افضل رضا کارشناس امور هند، پاکستان و افغانستان از اسلام آباد برای تحلیل پیرامون انتخابات پارلمانی هند در منطقه جامو و کشمیر همراه ما هستند. آقای افضل رضا سلام و عرض ادب. آقای افضل رضا، تحلیل شما در رابطه با آخرین وضعیت انتخابات پارلمانی هند در منطقه جامو و کشمیر چیه؟ بفرمایید. بنده سلام عرض میکنم خدمت شما، همکار گرامی و همچنین بینندگان محترم این بخش خبری. خب برای مسلمانان که صدای بنده رو دارین جناب؟ بله بفرمایید آقای افضل رضا. بالاخره انتخابات در کشمیر اشغالی هند به معنای یک شمشیر دولبه است برای مسلمانان مظلوم این منطقه که از بیش از 7 دهه تحت تسلط، تحت سرکوبگری و اشغال نیروهای نجات پرست و دهتمنشانی رژیم هند قرار دارد. اون چی که همکنون داره دیده میشه بالاخره اینم اون آماری هستش که از دل هند در اومده، یعنی اون آماری هستش که خود حزب حاکم که بالاخره این روزا کوریخانی های این حزب افراطی علیه مسلمان ها همزمان با اینکه مدعی به دادن حقوق شهروندی مسلمان به جمعیت مسلمان خودش در کشمیر هستش، از سوی دیگر مشاهده لفاظی های خطرناک، تحریک‌آمیز و حتی سرکوبگری ها به صورت مجازی و همچنین سیاسی علیه نمایندگان جامعه اقلیت مسلمان کشور شدت یافته. حتی برخی از این گزارش حاکی است که رفته رفته به تشکیل دولت جدید پس از انتخابات هند دیده شده که حتی سهمیه مشارکت جمعیت داوطلبان مسلمان در آزمون‌های استخدامی دولت چه در سطح متوسط و چه در سطح بالا علارغم لفاظی‌های دولت حاکم مبنی بر برابر بودن حقوق مسلمان به هندو در این کشور کاهش بسیار شدیدی داشته. حالا اون چیزی که در کشمیر در حال رخ دادن هستش به نظر من یک سناریوی ساختگی از سوی دولت افراطی مودی، ناریندر مودی هستش که افکار عمومی جهان رو بتونه منحرف بکنه و اجازه نده واقعیت هایی که از دل کشمیر در میاد به ویژه انتخابات ساختگی و مهندسی سازی شده نظر جامعه غربی که به شدت، البته اونا هم پرچمدار مدعیان حقوق بشر هستن، ولی در بحث هند مراقب هستش که بیگودار به آب نزنه. و به نظر نمیرسه وضعیت مسلمانان کشمیر بعد از این انتخاباتی که قراره تا چند روز دیگه به اتمام برسه و نتایجش اعلام بشه بخواد شاهد بهبودی بیشتری داشته باشه. بله با تشکر از افضل رضا کارشناس امور هند، پاکستان و افغانستان که از اسلام آباد تحلیل های لازم پیرامون انتخابات پارلمانی هند در منطقه جامو و کشمیر را ارائه دادند.